یاران دلاور، از فراز و بارها بنگرید این حیوانات را که خیلی به تومه چخ سوختهند، این گرگ‌های نیمه جان که کارکاشان از برف و بوران یخ زده ما را به تخریب فرا می‌خوانند. کمانداران، رئیس بران زبین افگران، با خدنگ سیرکاش جهان این یوم سرایان را بدوزید. سیرزنان پارسی، آتش بر سرشان بریزید. نقربان هاشان نکنه و سیریان ها میخواهد بالا بیاید. باشکن کنید، سرزنان تو هم فران از قدم سویشان رها کنید. هر جا قدم نهادی با دسیسه خائنانی بود که اکنون در پناه تو اند، اما در اینجا اقبار شدگان و جاسوس سپه جایی ندارند. همه ما دشمنان اهریمن و اهورایان پاک نهادیم و رنگ تسلیم و خاری را نمیپذیریم. ما فرمان داده ایم بر گوه هاتان نامتان را به ننگ بنگارند و اگر ما بمیریم ناممان با شرف و فخر در سینه تابلاک تاریخ ماندگار خواهد بود. دلاوران، امانشان ندهید. سپهسالار، شدت ضرباتشون چنان است که دروازه تاب نمی آورد. آماده رویارویی شوید. چه کنیم؟ ما دو اسیر آبرو باقی ایم. من میدانم این اسارت خوشتر از گرفتار شدن به دست آریو برزن است. هم با من نمیتوانم آبولت. ما با هم پیمان بسته ایم به سوز. هر دو با هم کار را از پشت سر تمام میکنیم. آنگاه سند رهایی خود را از اسکندر میستانیم. اما اسکندر چه نمیداند ما علیه سپه سالار من توطئه کرده ایم. بودی پیکر کوهاتهای او را در برابر خود بر خواهی خدمتی بحث شما پی خواهد برد. شایدم پس از نبرد از یک از ما فرمان روایی بخشهای عظیم را به جبه آوریم. دلم گواهی میدهد که چنین نمیشود. مطمئن باش با مرگ او همه چیز به مراد ما. گناهی بر گناهان ما نفزیده می شود. آب از سرمان گذشته یا مرگ آریو بردن یا نابودی خودمان. اما با این کار ما جان خاطر را نجات دادیم و بر او منت خواهیم داشت. یعنی تو می گوشیم؟ آری آری، با هم دو نیزه را از پشت بر کتفای او فرو می کنیم. آماده باش. آشد Oh, my God!
بری. آمدم. سپه سالار در خون تپیده، اینک شمشیر خدا در قلب مردی فرو میکنم که مأمن عشق به میهن است. با این کار پایان نبرد را فریاد میزنم. خیانت پایان جان. از رودارات نغمه پیروزی فاتح کبیر، اسکندر جهانگشا تا آسمان پرسپولیس، تختگاه پرآوازه ایرانیان تنی نفکند. اما پسر برومند فیلیپ شاه را اندوهگین میبینم. روزه ای دیگر. نوشتان با جهاندار پیروزمند. به راستی که اریکه فرمان روای جهان زیبنده ی توست. اندوهت بر جانم. چه شده که مبهوت مانده ای؟ آیا زخم آریو برزن چنین کرده است؟ سربرم کاش جانم را ستانده بود. چرا سربرم؟ تو شاهد پیروزی را در آغوش گرفته ای؟ دو جاسوس خائنی که درهای شوش را به رویم گشودند به چنین رادمردی خیانت کردند. درد زخم جانکاه من از خیانت آن دوست، نه شمشیر سردار دل آوری که با خیانت شوم از پادر آمد. ای کاش آخرین ضربت را به او وارد نمی کردم. به سوس آبوله؟ آره، آن دو محرم بی منزلت. پیروزه واقعی میدان نبرد سهمگین او بود. آریو برزن سردار فاتح، از مقدونیه تا پارس نیامده ای که در سوگ دشمن بنشینی. شادی کن. این شادی بر کامه چون زهر است. دلم نمیخواهد آشیل ثانی را حتی یک لحظه چنین ببینم. به یاد بیاور زمانی را که خشایار شاه مغرور سر لئونیداس بزرگ را زیر پای خود چون گوی میلغزاند. سردارا را هم دو خائن وطن فروش که نگاهبانانش بودند پس از نبرد گوجمل به من هدیه کردند. آیا این کافی نیست؟ نه سرورم. آیا با کنیزک یونانی عهدی نبسته ای؟ چرا؟ فراموش نکرده ای که روزی پیش از فتح سور و غزه گفتم تمنایی دارم که به هنگام و زمانی که بر اریکه یه هخامنشی تکیه زدی با تو خواهم گفت. آری تهیست، اما اینک تنهایم بود. بس کن. باشه، ولی در شگفتم که سردار جهانگشا چگونه عهد شکن شد. 20,000 قاطر جواهر، 5,000 شطور با خزائن و دفاینی که هم خان کرد از آن توست. دیگر چه میخوای؟ یک چیز. اون چیز که از همه اینها ارزشمندتر است. دو کنیزک هم به نامهای ستیرا زرک در خدمت ملکه مقتدر یونان، سپاخ و مقدونی خواهند بود. دیگر چه میخوایی تیست عزیز؟ وفای به عهد. چگونه عهدیست که من نمیدانم؟ از شنیدنش آزرده میشوی. محبوب من، خودت میدانی که من هرگز از تو نمیرنجم. بگو آنچه را میخواهی. ها
آرزوی دیرینه من است که هم امشب آتش را در ارکان استوار کاخهای تخت جمشید و پاسارگاد درافکنی. چه میگویید ایس؟ آرزوی دیرینه من همین است و بس. این زشتگاری در همه تاریخ جز روسیاهی و بدنامی به باد نمی آورد. من از ثروت و گنج و دفینه های غارت شده هیچ نمیخواهم. این بیخردی است. تاریخ جهان را به آتش کشیدن این کار هراسناک است. پس بهتر است اهانت های داریوش، خشایارشاه و سپاهش را فراموش کنی که این اهانت ها در تاریخ عالم ننگ ابدی بر پیشانی یونانیان است. فراموش کن که سرور جهان. هرگز فراموش نکردم. پس بسوزان بارگاه ستم ستمگران پارسی را که چون خار در چشم یونانیان است. کتاب هاشم را چه کنم؟ در اوراق آنها راسایی نهفته که باید به دست فیلسوفان بزرگ کشور من کشف کردند. کتاب ها از تو و خاکستر کاخهای پاسارگاد و پرسپولیس اخمن. اگر برای شان مردم یونان و مقدونی ارزشی قائلی و دل آنان را که در انتظار شنیدن این خبر است شاد می‌خواهی، چنین کن. من وجدان مردم تام اسکندر که به خاطر آکروپولیس نابود شده. مشعل داران را بگوید بیایند. مشعل داران گرد آیند. پیمان تو این بود؟ به خاطر روح خواهرم بیاتریس که جان در راه اطلاعی وطن باخت، به عهدت وفا کن اسکندر. اینک سپاهیان پیروز من و مشعلهای فروزان، بسوزانید عظمت امپراتوری را که قرنها لرزه بر جان یونانیان افکند، و به نظر منشینید نابودی آنان را. خاکستر کنید در کار کاخهای تو در توی اخامنشی را و بر خاکسترهای آن پای بکوبید و دست بیفشانید. بسوزانید در روح خشایار شاه مغرور ستمگر از شعله های آن به عذاب آید. بسوزانید. آنتیپاتر. بله فاتح بزرگ. این دزد بی مقدار را در آتشی که برافروخته اید بسوزانید. فرمان فرمان فاتح بزرگم. نه مرا ببخشید. نهایم کنید. اما امروز وظیفه خطیر بر عهده تو سانتی پاتر که دشوارتر از هر نبردی و افتخارآمیزتر از هر پیروزی است. گوش به فرمانم جهانگشای بزرگ. این ناجوان مرد که نامش نبرزن است، سر دارا شهریار دلیر ایرانیان را برایم ارمغان آورد. اما من کیفرش سوختن در آتش است. تا وطن فروشانی که با ولی نعمت خیش چنین می کنند بدانند در سپاه من و در سینه پر رمز و راز تاریخ جایی ندارند. ببریدش! ببریدش! حسوس و تو آری جهاندار، من هستم، دوستدار و سرسپرد و کمترین بندت. و تو که هستی؟ آبولت سطراب شوش قربان که در بازه ها را به رویت گشود و مردم را به پیش باز سپاه پیروزمندت فراخواند. فاتح کبیر، در عمر خود هرگز ندیدم کسی با دوستان خود که دشمن بیگانند چنین کند. آیا به راستی ایرانیان دشمن تو نیستند؟ ما به چنین مردمی پشت کردیم. آیا به راستی دارا شهر یار شما نبود؟ شوش پایگاه و زادگاه و میهنتان نبود؟ شما از دست رنج مردمانتان پایگاه نیافتید؟ هرگز دشمن تو بود خصم ما بود. من کیستم؟ جهاندار اسکندر بزرگ، پسر فیلیپ شاه، فرمان روای جهان. پس اینک من اسکندر پسر فیلیپ اراده کردم زمین را از لوس وجود بردگانی به هایم خود، چون شما
برهانم. اما سردار بزرگ، ما به تو خدمت کرده ایم. جان تو را از دم تیغ سپهسالار آروی و برزن رهانیدیم. در لحظه ای که زخم برداشتی و از بار افتادی، اگر نیزه‌های ما یاریت نمی‌کرد، اکنون جهان از وجود گرامیت بی‌بهره بود. ای کاش شمشیر چنان دلاوری سینم را دریده بود و روی شما را نمی‌دیدم. ببریدشان. ما امید پاداش چنین کردیم. این بود پاداش ما. آنتیپاتر هرمینگن. جان گشای بزرگ، دیشب لحظه ای از من جسم و جان و اندیشم رو به گذشته نیندیشی جاندار. نمی شود آنتیپاتر، من تختگاه جاویدان بزرگترین امپراتوری جهان را با آتش سوزاندم. آیا از تنگه هلسپونت، ترکیه، هلیکارناس و جزایر و دریاها و ریگزارها گذشتم تا چنین ننگی را بر خویش خریدار شدم؟ تیر از شست رها شد جهان، همه چیز گذشته، باید به فکر آینده بود. هری، نیمه دیگر جهان را هم باید درنوردید. دردی تسکین ناپذیر دارم آنتیپاتر. چقدر تشنم، برایم شراب بیاورید. شراب. صحنه خونین نبرد، این دو جانور پلید از پشت سینه مردانی بزرگترین پارسی را شکافتند، مردی را که میدانم از همه ما شایسته تر بود. سردار، با همسرش چه کنید؟ رهایش کنید. شاه دخت استاتیرا را چه؟ او غنیمت جنگ من است پرمنی. با حرمت تمام در سپاه من و در کنار سراپردم جای دهید. بله سردار. اینک سپاه آماده حرکت است و فرماندهان منتظر فرمان. آنتیپاتر، بر نماینده من در شوش بنویسید از پسرک کوچک دارا محافظت کنند و او را فرمان روای شوش بدانند. بله سرورم، فرمان اجرا می شود. اینک آمادم تا سپاه را به ماورا و نهر و جیهون و سند و آن سوی دریای هند برانم، تا روزی بر آمدن خورشید را در شرق جهان به تماشا بنشینم. شاید سرچشمه خورشید را در آغوش کشم. حرکت میکنیم. فرمان مطاع فاتح کبیر، حرکت است. شیپور حرکت، شیپور حرکت. آن روزها که به جیهون رسیدیم، من اسیری محترم بودم، با قلبی جریح دار از درد بی ایمانی و بی وفایی سرداران خائن پدرم دارا. از تفرقه و جدایی، از سالوس و ریایی که ارکان حکومت هخامنشی را پوسانید، و اسیر فاتح جوان شدم تا ناظر باشم که چگونه او و سردارانش پاتر، پارمن، بطلمیوس، سلوکوس، پردیکاس، اندیگولوس، اومیس به آخر دنیا دست می‌یابند. اما چنین نشد. سپاهیان خستش بر او شوریدند و از فرامینش سرباز زدند که چرا از راه دور و دراز بی حاصل به تنگ آمده بودم. لاجرم
اسکندر فاتح جوان تسلیم اراده آنان شد و ره به چشمه خورشید نبرد و در هنگام بازگشت از آن راه دراز مرگبار در 33 سالگی به مرضی مرموز جان باخت. آنچه برای من باقی ماند سخن حکیمانه‌ای بود که در بستر مرگ بر زبان راند، که مرا در تابوت چوبین نهید و دستهایم را از تابوت بیرون بگذارید تا همه جهانیان بدانند اسکندری که فاتح جهان شد با دستی تهی جهان را ترک کرد. آری مرد، اما اثرش در سرزمین جاودانه من باقی ماند. نسل ها در هم آمیخت و زبانشان در زبان ایران شهریان رنگ باخت و دانستم چه نیک است با شجاعت زیستن چون آریو برزنها، و آنکه مردن به نیک از جهانداری بی حاصل ارجمندتر است.